اگر اساتید دانشگاه فقط همشون این باشد که درس بگن، البته در دانشگاه های سابق ما درس هم درست نبود، اگر بود ما اینقدر عقب نمونده بودیم از دانش هم. حالا ما فرض میکنیم که خیلی خوب، حالا انشاءالله خوب است، فقط بناشون بر این باشد که تعلیم کنند اینها را، پهلوش تربیت نباشد، تربیت معنوی نباشد. از دانشگاه اونها میاد که بیرون که فساد میکنند. حوزه های علمی هم همینطوره. اگر در حوزه های علمی قدیمی تهذیب نباشد، اخلاق نباشد، آموزش معنوی نباشد، فقط آموزش علمی باشد، فقط علم در کار باشد، اونجا هم افرادی ازش خواهند بیرون بیاد که دنیا را هلاک میکنند، از به هم میزنند. اگر ما فرض بکنیم که شماهایی که از اول میخواد آموزش بدید و نهضت سواد آموزی درست کردید، همراه او شما پرورش نداشته باشید و تهذیب نفس نداشته باشید، این عمل شما خیلی خوب اما هدر رفته است. همراهش باید این باشد. و اگر چنانچه شمایی که متکفل آموزش نونهالان هستید فقط دنبال این باشید که ما علمشون رو درست کنیم و دنبال پرورششون نباشید، دنبال تهذیب نفس نباشید، شما هم موفق در کار نخواهید بود. یعنی یه خدمت مثبتی برای کشور خودتون نکردید. پس اون رکن آموزش با رکن پرورش باید بگیم که اینا با همند و اگر با هم در یک جمعیتی، در یک بنگاهی، در یک مدرسه‌ای، در یک دانشگاهی اینها هم دوش هم رفتند و جلو رفتند، اون وقت است که ما استفاده از دانشگاه میکنیم، استفاده از حوزه های علمی میکنیم، استفاده از همه جا میکنیم، از آموزش های پایین و بالا، همه جا، همه مراتب. انسان دو جنبه دارد، جنبه معنوی و جنبه ظاهری. جنبه ظاهری همین دنیاست که میبینید و جنبه معنوی جنبه دیگری است که ماورای این عالم و در انسان است و خدای تبارک و تعالی توجه و عنایت فرموده و منت گذاشته است بر انسان به اینکه پیغمبرانی فرستاده برای اینکه هم آن جهت معنویت را تربیت و تزکیه کند و هم این جهات مادی افسار گسیخته را مهار کند. و انبیا علیهم السلام آمدند که همین مادیات را، همین موجودات مادی که انسان هم نسخه ای از آن و عصاره ای از آن هست را طوری تربیت کنند که مادیات هم در مهار معنویات باشد.